در دیدار روز گذشته، هیئت سیاسی دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما با کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان آقای اکبری و خانم کاظمی ارکان مطالبات جامعه شیعه افغانستان را به شرح ذیل بیان کردند. تأمین امنیت، حفظ رسمیت مذهب جعفری، حفظ، رعایت و تطبیق قانون احوال شخصی شیعیان، تحصیل دختران، مشارکت در تصمیم گیری‌های سیاسی، حل معضل میان کوچی‌ها، پایان بخشیدن به حملات تروریستی به مساجد و مراکز آموزشی. قیس سعد، رئیس جمهور تونس، 57 قاضی متهم به فساد، تبانی و سرپوش گذاشتن بر مظنونان پرونده‌های تروریسم را برکنار کرد. حرم مطهر امام رضا علیه السلام در سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها گلباران شد. این مراسم با حضور مجاوران و زائران آن حضرت از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی برگزار شد. شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو جدیدترین بیانیه خود را به انتقاد از ایران و جنبش انصارالله یمن اختصاص داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر در واکنش به بیانیه مشابه این شورا انتقادهای مطرح شده را غیر قابل قبول و اتهامات واهی خوانده بود. در آستانه میلاد امام رضا علیه السلام، هیئتی مذهبی از کشور نپال به شهر مقدس مشهد سفر کرده و در حرم مطهر امام رضا علیه السلام حضور یافتند. این زیارت فرصت مناسبی برای آشنایی با سیره امام رضا علیه السلام را برای آنان به وجود آورد. فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که توسط یک مراکشی فیلمبرداری شده و نشان می‌دهد رستورانی در جنوب فرانسه از ورود مادر با حجابش خودداری می‌کند، در حالی که تعدادی از حامیان راست افراطی از رفتار صاحبان رستوران حمایت کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی این توهین را محکوم و آن را نژادپرستانه توصیف کردند و از مقامات مسئول خواستار مجازات و تحریم این رستوران شدند.